به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز جمالی هستم مدرس دوره زیسبوم و بازار سرمایه ایران در خدمت شما هستم با این دوره در خصوص ساختار و تشکیلات بازار سرمایه ایران یه مختصر در مورد این دوره خدمت شما عرض بکنم اینکه ما نوعا دوره هایی رو که داریم در بازار سرمایه بیشتر تمرکز روی نحوه سرمایه گذاری و معامله در بازار سرمایه ایران هست ولی تو این دوره ما قصد داریم شاکله بازار سرمایه ایران رو خدمت دوستان در قالب مفهوم زیسبوم یا همون اکوسیستم تشریح بکنیم ما اگر بخوایم یک تعریفی از زیسبوم بدیم از بازار سرمایه میتونیم بگیم مجموعه ای از عوامل و ارکان و مواردی که در ارتباط با بازار سرمایه هستند و روی عملکرد اون تاثیر میذارن رو میتونیم به عنوان زیسبوم معرفی بکنیم در واقع ابزارهای مالی ناشران و شرکت هایی که توی بازار بورس سهامشون معامله میشه ارکان بازار سرمایه مثل شورای عالی بورس سازمان بورس و سایر ارکان قوانین مقررات بازار واسطه ها و نهادهای مالی مثل کارگزاری ها مثل صندوق ها مثل شرکت های سرمایه سرمایه گذاران حالا سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی رسانه های مالی و اقتصادی و یا سایر رسانه ها که به صورت نوشتاری یا صوتی تصویری یا در فضای مجازی اطلاعاتی رو به سرمایه‌گذاران و سایر زینفان میدن این زیست بوم رو تشکیل میدن ما میپردازیم به ارکان بازار سرمایه ایران این ارکان از شورای عالی بورس سازمان بورس و سایر ارکان و سازمانهایی تشکیل میشه که هر کدوم نقشی رو در مدیریت بازار سرمایه ایفا میکنند خب این نقش ها یا به صورت سیاست هست مثل شورای عالی بورس یا مجری هستن مجری سیاست ها هستن مثل سازمان بورس و یا کار عملیات بازار رو انجام میدن مثل بورس اوراق بهادار فرابورس و یا اینکه نقش پشتیبان هستند مثل مدیریت فناوری بورس که زیرساخت های لازم برای انجام معاملات رو فراهم میکنم سایر جزئیات این ارکان رو هم میبینید در ادامه به توضیح و تشریح هر کدوم از این ارکان میپردازیم در ابتدای صحبت هامون ما تاریخچه ایجاد و توسعه بازار سرمایه ایران رو داریم اولین جرقه های ایجاد بازار سرمایه در ایران برمیگرده به سال 1315 که گروهی از کارشناسان بلژیکی و هلندی این تر رو در اون زمان مورد بررسی قرار دادن و به حکومت ایران اعلام میکنند البته با دعوت حکومت ایران میان بررسی میکنن این رو و تصمیم میگیرند که طرحی رو برای ایجاد بازار سرمایه و یا حالا به اصطلاح امروزی بورس رو داشته باشند. توی سال 1317 گروهی از کارشناسان که تو بانک ملی بودن خب بانک ملی تو اون زمان به با عنوان بانک بانک ها بیشتر کار یعنی نقش بانک مرکزی رو بیشتر داشته گروهی از کارشناسان میان در مورد تشکیل بورسی مطالعه خیلی گسترده‌ای رو انجام میدن و این تر رو پختهتر میکنن حالا با مشورت اون دوستانی که مثلا از کشورهای دیگه اومده بودن برای مشورت و یه گزارش رو در واقع برای ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به حکومت اون زمان ارائه میکنه خب اون تر به دلیل اینکه جنگ جهانی دوم شروع میشه با تاخیر مواجه میشه و تاسیس بورس چند سالی به عقب میفته این عقب افتادگی خب کم هم نبود یعنی از اون سال 1317 تا سال 1333 این تاخیر ادامه پیدا میکنه و حدود 15 20 سال این تاخیر باعث میشه که فرصت مناسب برای ایجاد سازمان از بین بره بعد از کودت های 28 مرداد 1332 باز این فرصت با تغییری که در سیستم حکومتی و دولتی ایران پیش میاد این فرصت باز ایجاد میشه یعنی دوباره دولت مرکزی تصمیم میگیره که بورس رو تشکیل بشه در سال 1333 دوباره این مطالعات با یک در واقع بروز رسانی برای تشکیل بورس صورت میگیره و نهایتا در سال 1345 قانون ایجاد بازار قانون بازار سرمایه قانون ایجاد بازار سرمایه و تشکیل بازار سرمایه تصویب میشه و در 15 بهمن سال 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران یا بورس تهران به صورت رسمی آغاز میشه خب همه این اتفاقات رو اگر در نظر بگیریم ما از سال 1346 فصل جدیدی ایجاد میشه در اقتصاد ایران که اقتصاد ایران رو ما با بازار سرمایه میبینیم خب خود این فصل یعنی از سال 1346 تا امروز رو ما میتونیم به چند دوره تقسیم کنیم دوره نخواست که از سال 1346 تا 1357 بوده اولین دوره هست که بهش میپردازیم. تو این دوره خب خود بورس ایجاد میشه بعد معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی شکل میگیره یعنی بعضی از شرکت هایی که در حوزه صنعت و معدن فعال بودن ورود پیدا میکنن به بورس بعد از اون شرکت هایی که در حوزه نفت و پالایشگاه بودن وارد بورس میشن و از اونجا هست که دولت وقتی میبینه این ظرفیت ایجاد شده میاد چیکار میکنه میاد بخشی از وظایف دولت رو در حوزه صنعت و معدن و تامین مالی برای این بخش ها به بورس واگذار میکنه که خودش اتکای اقتصاد ایران به بازار سرمایه در این دوره رخ می در دوره دوم که سال 1358 تا 1367 هست تقریبا دوره بعد از انقلاب و مصادف هست با شروع انقلاب اسلامی ایران و تا پایان جنگ با دولت بحثی عراق هست خب توی دوره هم اتفاقات زیادی میافته اول ملی شدن و ادغام بانک ها و شرکت های بیمه توی این دوره رخ میده یعنی سال 1358 بسیاری از بانک ها ادغام شدند که امروز شاکله بانک های بزرگ دولتی ما از همین بانک های ادغامی ایجاد شدن شرکت های بیمه هم به همین ترتیب بحث حالا بحث های مبارزه با سرمایهداری و مبارزه با کاپیتالیسم تو دوره ها مطرح بوده حالا بنابه به بحث های ایدولوژیک و اینا خب این دوره مصادف هست با دولتی شدن بسیاری از شرکت ها که خود این باعث میشه تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس در اون زمان به 56 شرکت کاهش پیدا بکنه خود همین باعث میشه حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران خب یک کاهش چشمگیری داشته باشه و در واقع این دوره پایانش با پایان جنگ تحمیلی علیه کشور در واقع رقم میخوره یعنی از سال 1368 تا 1383 دوره جدیدی ایجاد میشه در بازار سرمایه که این دوره مصادف هست با دوره سازندگی و دوره‌ای که در واقع تا سال 1883 ادامه پیدا میکنه پایان جنگ برنامه های توسعه شاید بگیم بیشترین تاثیر رو در این دوره داشتن ما برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی فرهنگیمون باعث شد که باز به بازار سرمایه پرداخته بشه و تعداد شرکت های پذیرفته شده تو این دوره به 426 شرکت افزایش پیدا میکنه یعنی در واقع یک افزایش حدود 8 برابری رو ما تو این دوره از تعداد تعداد شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار معامله میشن افزایش پیدا میکنه اجرای سیاست های خصوصی سازی و بحث اصل 44 قانون اساسی و اجرای شدن اون در این دوره جرقه هاش ایجاد میشه و همین خودش باعث میشه که بازار سرمایه ما نیازمند یک رشد از نظر کیفی و ساختاری هم بشه و ایجاد یه رایانه ای بازار سرمایه و اون چیزی که امروز معاملات حالا بخشی شما داریم بخشی از این سیستم رایانه ای تو اون دوره جرقه ایجاد میشه و شکل میگیره شاید بتوان گفت که دوره چهارم از عمر بازار سرمایه ما یعنی از سال 1884 تا به امروز میتونیم به جارت بگیم که پر ترین دوره بوده بیشترین تغییرات رو ما توی این دوره داشتیم از تصویب قانون بازار و اوراق بهادارمون که در سال 1384 بوده و بعدش ایجاد ارکان بازار و سرمایه مخصوصا تشکیل شورای عالی بورس تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شرکت گذاری مرکزی و سایر ارکان و اجزای زیست که شکلش رو در ابتدای دورمون داشتیم در این دوره اتفاق میافته مبحث بعدی که در این قسمت ادامه خواهیم داد بحث معرفی ارکان بازار سرمایه هست ما گفتیم در دوره چهارم از عمر بازار سرمایه ما بسیاری از ارکان شکل گرفتن توی این قسمت ما میخوایم هر کدومشون رو به صورت در موردش صحبت بکنیم شورای عالی بورس اوراق باهادار سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار شرکت فرابورس، بورس کالا بورس انرژی سپرده مرکزی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مدیریت فناوری بورس تهران شرکت رایان بورس و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و سایر در واقع ارکان رو که میبینید توی این دوره دوره در واقع سال 84 تا امروز شک گرفتن و به عنوان ارکان و بازار سرمایه ما شناخته میشن این ارکان رو هم یه نکته خدمت عزیزان عرض بکنم هر کدوم نقشی دارن بعضی از ارکان نقشه. نظارتی دارن بعضی از ارکان نقش اجرایی دارن یا پشتیبانی دارن مثال, مثال ارکان کنم خدمت مثلا قانون کارگزاران یا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بیشتر نقش نظارتی اون نهادهایی رو دارن که توی اون زیل چتر اون دارن فعالیت میکنن یا مثلا بورس فرا بورس یا بورس انرژی خب اینا بیشتر در واقع نقش اجرایی رو دارن یا مثلا شورای عالی بورس و سازمان بورس اینها خب نقش هم سیاست و ارم اجرایی داره یعنی شورای عالی بورس نقش سیاست رو داره سازمان بورس نقش بازوی اجرایی شورای عالی بورس رو داره که حالا در واقع سایر بورس ها و سایر ارکان رو نظارت میکنه به صورت کلی این ارکان رو ما میتونیم توی این نمودار به صورت واضح مشاهده بکنیم خب از شورا اگر بخوایم شروع بکنیم ببینید شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار کشور هست که وظیفه اصلیش سیاست گذاری است در واقع تصویب سیاست های کلان و ختمش بازار برای مثلا دوره های آتی و دوره ای که مثلا توش دارن فعالیت میکنن خب این از وظایف مهم شورای عالی بورس است اتخاذ تدابیر برای ساماندهی و توسعه بازار بحث زیرساخت هایی که در بازار هست بحث تغییر و تحولات اساسی که در بازار هست رو این شورا باید تصمیم گیری بکنه و اون ارکانی که زیل اون هستن باید به با عنوان مجری یا ناظر اقدام مناسب رو انجام بدن. اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون و بازار سرمایه ما گفتیم در سال 1384 و به تبع اون حالا در سال قبل ما اصلاحاتی در قانون و بازار سرمایمون داشتیم، به مرور این قانون تکمیل شده. اعمال نظارت این بر اینکه این قانون داره به خوبی اجرا میشه، باز هم از وظایف شورا هست. این شورای اعضای داره دوستان این اعضاش خب فراخور نقش و وظایفی که داره این اعضا هم چیده شده ببینید وزیر اقتصاد در سمت ریاست این شورا هست رئیس سازمان بورس به عنوان دبیر این شورا و سخنگوی سازمان هست وزیر بازرگانی رئیس کل بانک مرکزی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع مادن رئیس اتاق تعاون دادستان کل کشور یک نفر از طرف کانون ها یعنی کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران یک نفر و سه نفر خبره مالی منصرا از بخش خصوصی که با مشورت شکل های حرفه بازار انتخاب میشن و یه نفر هم از اون خبره که از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر زیرت حالا اگه موضوعی به اون رب داشته باشه به این شورا دعوت میشه این نکته ای رو من جمعندی بکنم در مورد شورا اینه که اگر نگاه بکنید ترکیب اعضا بگونه ای هست که در ارکان مختلف سیستم اقتصادی و قضایی ما یک نفر هست توی این شورا و تصمیماتی که گرفته میشه همه ابعاد رو در بر یعنی اگه شما در نظر داشته باشید مثلا داستان کل کشور چیکار میکنه اونجا میگیم برای جرائمی که ممکنه رخ بده در بازار مشکلاتی که پیش بیاد خب اونجا یه نماینده وجود داره از سمت قوه قضاییه و وزارت دادگستری و از این بود بازار رو پایش میکنه یا اگه نگاه بکنید ما رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن رو داشتیم که مستقیما به منافع و حقوق صنایع توی بازار خب این اتاق بازرگانی که میتونه توجه داشته باشه یا رئیس کل بانک مرکزی که متصدی امورات پولی کشور هست توی این شورا وجود داره خب ارتباط بازار سرمایه ارتباط خیلی نزدیکیه با بخش پولی کشور رئیس کل بانک مرکزی وقتی اونجا حضور داره تصمیماتی که گرفته میشه با جمعی جهاد و با توجه به مسائل پولی کشور است وزیر بازرگانی و سایر ارکانی که میبینید هر کدوم به همین ترتیب این نقشاشون رو ایفا میکنه رکن دیگه بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار خب سازمان بورس یک مؤسسه عمومی غیر دولتیه که یه هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت مالی مستقلی داره و اداره اون عملا از طریق کارمزدایی هست که دریافت میکنه سمی است که از پذیرش شرکت ها در بازار داره دریافت میکنه پس میبینید به صورت مستقل از نظر مالی عمل میکنه خودش درآمد داره معموریت اصلی سازمان بورس و اوراق بادار به با عنوان شاید بگیم رأس حرم اکوسیستم بازار سرمایه ایران حفظ تقویت و توسعه بازار سرمایه هست در واقع اگر ثبات نسبی ما از نظر ساختاری در بازار سرمایه بخوایم داشته باشیم این سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان اهرام اجرایی شورای عالی بورس این نقش رو ایفا میکنه و در واقع این کار با ثبات و شفاف منصفانه و کارا از طریق چی از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین ما قوانین زیادی رو داریم در بازار سرمایه کی باید نظارت کنه که این آیا اجرا میشه یا خیر میگیم سازمان بورس و اوراق بهادار ریسک های متنوعی رو هم در بازار داریم سوای اینکه شما سرمایه گذار یا شما سرمایه پذیر در بازار سرمایه وارد میشید ریسک های عمده ای هست که حاکم بر بازار هست این رو کی باید کنترل و مدیریت کنه شما شما نتونید ریسک های بزرگ سیستماتی و ریسک هایی که میتونه بازار رو ببره به حاشیه اینا رو خود سازمان بورس و اوراق بهادار که کنترل میکنه مدیریت میکنه برای رشد از نظر دانش و تخصص باز ما نیاز به کار داریم که باز این کاره پجوش توسعی کار پژوهش های توسعه و کاربردی حالا سوای اون گروه های پژوهشی و توسعه و شرکت هایی که به صورت خصوصی کار میکنن باز این از نظر عمقی خود سازمان این کار رو انجام میده ما مثلا فرض کنید اوراق بهادار جدیدی که وارد بازار سرمایه میشه این مسئول مطالعهش و توسعه این اوراق خود سازمان هست سازمان هست که با ایجاد تیمایی ارز کنم پژوهشی میره سراغ فناوری های جدید میره سراغ ابزارهای مالی جدید و این رو در بازار تزریق میکنه زیر های مقرراتی و فناوری اطلاعات بحث های فینتک رکتک اگر نگاه بکنید بحث های تکنولوژی های مالی و تکنولوژی های قانونی باز این متصدیش خود سازمان بورس و اوراق بهادار هست و نهایتا ارتقای جایگاه بین المللی هم از طریق عضویت در نهادهای بین المللی اقتصادی سازمان بورس و اوراق بهادار هست که این کار انجام میده بحث فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی یا اصطلاحا فاینانشیال اینکلوژن یه واژه مستله هست حالا من این معادل لاتین شو انگلیس شو خدمت دوستان عرض کردم ذریب نفوذ مالی و ارتقای سواد مالی در جامعه هم مسئول مستقیمش با سازمان بورس و اوراق بادار هست که حالا توضیح میدیم در ادامه که ابزار این کار رو چطوری فراهم کرده خب پس نهاد ناظر بازار سرمایه رو گفتیم سازمان بورس و اوراق بهادار هست در گذشته دوستان سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران رو داشتیم که این کار رو انجام میداد گفتیم که در سال 1345 در جای قانون تاسیس بورس ایجاد شد با این عنوان سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران کارش رو انجام داد کارش رو شروع کرد و انجام داد ولی بعد از اون خب سازمان توی سال 1384 که قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تصویب شد اون سازمان منحل شد و به جای اون سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد این تغییر و تحول از این حیث خیلی مهم هست در واقع این تغییر باعث شد وظایف نظارتی و ضابط گذاری رو واگذار کردن به سازمان بورس و اوراق بهادار و وظایف عملیاتی رو دادن به شرکت بورس تهران دادن به شرکت بورس تهران که حالا تشریح میکنیم که شرکت بورس تهران وظایفش چی هست خب نشانیش هم که دو ها هست که دوستان استعزاد خود سازمان هم دوستان ارکانی داره شورا که خب همون شورای عالی بورس هست در بالای اون قرار داره هیئت مدیره سازمان هست رئیس سازمان و حسابرس و بازرس که هیئت مدیره سازمان پنج عضو داره دوستان انتخاب این اعضا هم به پیشنهاد رئیس شورا هست که گفتیم رئیس شورا هم وزیر امور اقتصادی دارایی هست و با تصویب شورا برای مدت پنج سال انتخاب میشه رئیس سازمان همینم هم بگم که این هم به انتخاب هیئت مدیره سازمان بورس و البته تایید شورای عالی بورس انتخاب میشه به مدت سی ماه حکم و مدیره سازمان بورس هم توسط رئیس شورا شورای عالی بورس صادر میشه یکی دیگه, دیگه از ارکان بازار سرمایه ما شرکت بورس و اوراق بهاداره گفتیم که ما وقتی که سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد و اون در واقع سازمان کارگزاران بورس منحل شد و شرکت بورس و اوراق بهادار در کنار سازمان ایجاد شد بخش نظارتی به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد و بخش اجرایی و عملیات به شرکت بورس و اوراق بهادار واگذار شد اهداف و راهبردهای کلان شرکت بورس خب یکی مدیریت وجود نقد با برگری از مکانیزم های بازار سهام و بازار پول هست یعنی در واقع اگر نگاه بکنید ما با عرضه سهام در بازار بورس میگیم بازار بورس خب بیشتر به همون شرکت بورس ما اشارمون هست اولین بورسی که ایجاد شد در ایران همین بورس اوراق بهادار یا همون شرکت بورس هست که در واقع اونهایی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه داشتند درگاه ورودشون از این شرکت بود حالا با سامانه هایی که وجود داشت و امروز حالا به صورت آنلاین از طریق واسطه های مالی که وجود دارن خب هدف اولش مدیریت وجود هست پس بحث برنامه ریزی برای کاهش تمرکز مالکیت و افزایش سطح سهام شناور آزاد حالا این مفاهیم رو در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد یکی از اهداف دیگه اون هست هدف در واقع شرکت بورس که حالا در دل بازار سرمایه ما هست اینه که مالکیت رو منتشر کنه در سطح جامعه در بین سرمایه گذاران مختلف که این خودش باعث میشه که میزان سهامی که در دست جامعه هست و هر روز معامله میشه افزایش پیدا کنه که اصطلاحاً بهش میگیم که سهام شناور آزادین این اصطلاحیه که وجود داره که این یکی از اهداف این شرکت هم هست عضویت در نهادهای بین المللی رو خب از برنامه است که این شرکت انجام میده و تعامل با ناشران پذیرفته شده شرکت هایی که سهامشون روی تابلو هست تعامل با این شرکت ها از وظایف این شرکت هست با نهادهای فعالی که کار واسطه‌گری و معاملات اوراق بهادار رو انجام میدن کار این شرکت هست مثل کارگزاران، مثل شرکت های ثبت کرده مثل شرکت های سرمایه و سایر نهادهایی که وجود دارند. ترویج دسترسی آسان به معامله و دسترسی افراد مختلف و اخشار مختلف معاملات هم یکی دیگه از اهداف این شرکت هست و اینکه این شرکت میاد تالارهای منطقه‌ای رو مثلا در استانهای مختلف یا در مثلا ما در کیش داریم در جنوب غرب شرق نمیدونم شمال کشور یک تالارهای رو ایجاد میکنه برای آشنایی مردم با بازار سرمایه و ورود به بازار سرمایه این هم از کارهایی هست که در واقع این شرکت برای توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و همچنین افزایش کارایی انجام میده تقویت نظام اطلاع رسانی از کارهای بسیار مهمیه که انجام میده اگر امروز میبینید میگیم ورود به بازار سرمایه یک حسن هست یکی از محاسنش اینه که ما در مورد اون سهامی که روی تابلو هستین اگر شرکت هایی بودن که قبلا، مردم هیچ اطلاعی ازشون نداشتن الان وقت روی تابلو قرار میگیرن ما به صورت شفاف عملکرد اینها رو داریم و این تقویت نظام اطلاع رسانی در ذات شرکت بورس اوراق بهادار هست طراحی ابزارهای مالی نوین و سازکارهای جدید و معاملاتی هم که یک بار توضیح دادم خدمت شما تحقیقات گسترده‌ای که انجام میده ابزارهای جدیدی که برای حالا یا تامین مالی شرکت هایی است که در بازار هستند یا برای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران این هم از کارهای راهبردیه که این شرکت انجام میده بحث های توسعه سرمایه گذاری های جمعی یا بحث کرات فاندینگ این هم به هر حال وجود داره که البته من یه توضیح در پرانتز بدم که بحث توسعه سرمایه گذاری های جمعی عملا زیل شرکت فرابورس ایران هست منطقه حالا چون توی در عمل ها و قوانینی که تهیه کردیم برای دوره این وجود داره هنوز ما این رو اینجا ذکر کردیم زیل شرکت بورس ولی به صورت کلی بگم خدمت شما بس توسعه کرات فاندینگ یا توسعه سرمایه گذاری های جمعی تامین مالی جمعی خب به حال چیزی هست که در فرابورس ایران بیشتر دنبال میشه و ناظرش اون قسمت هست تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار به جای در واقع خرید چشم گوش بسته این شرکت سعی میکنه با آموزش و تقویت سرمایه گذاری های غیر مستقیم مثل انواع اقسام صندوق های این کار رو انجام بده توسعه زیرساختهای های معاملاتی و ارز کنم تجمیع به های خورد مردم به مبالغی که میتونه برای شرکتها در افزایش سرمایهشون کمک کننده باشه و به رونق خرید و فروش سهام اونها منجر بشه از از مزایای بورس هست در واقع بحث بعدی ما مزایای بورس برای اقتصاد ملی و اقتصاد کلان هست خب از این مزایا ما میتونیم تجمیع پسندازها و منابع مالی کوچک مردم رو اول بگیم تخصیص بینه سرمایه هست بحث اینکه سرمایه که در سطح کشور وجود داره به دست اون سرمایه پذیری برسه که واقعا اون رو برای ایجاد اشتغال برای ایجاد تولید و ارز کنم ارتقاء اقتصاد کشور استفاده میکنه خب این در واقع رسالت که بورس میتونه به نحو احسن انجام بده افزایش ثروت و رفاه اقتصادی جامعه با مشارکت مردم در بازار سرمایه خب انتظار بر این هست که مردم بتونن از مزایای این بازار به خوبی استفاده بکنن حالا سوای اینکه در دورهای رکود بازار به از کنم خدمت شما ریزش هایی میرسه که ممکن حتی ثروت مردم هم دچار آسیب بشه این نکته هست که میشه بهش بیشتر پرداخت بورس ها معمولا اهرمی هستن برای جذب ثروت های یا جذب سود های بالاتر از اون نرخ سودی که حالا توی بانک ها معمولا رایش هست و اصولا تمایل سرمایه گذار برای ورود به این بازار یکی از مشوقاش همین در واقع سودهایی است که میتونه وجود داشته باشه و هرچقدر ما بازارمون نوسانات کمتری داشته باشه و این سودها رو ما بتونیم توش داشته باشیم خب قاعدتا استقبال هم به اون بیشتر خواهد بود کنترل حجم نقدینگی و آثار ضد تورمی هم واقعا یکی از مباحثی است که تو این نقطه وجود داره در جایی که شما ممکنه پول و صرف مواردی بکنید که سفت بازی هست و میتونه برای اقتصاد مضر باشه در سرمایه‌گذاری‌های غیر جذاب و کاذب ورود ایناب به بازار سرمایه میتونه هم اثر کنترل نقدینگی رو داشته باشه و هم آثار ضد تورم چون بازار سرمایه به جرات میتونیم بگیم که تنها بازاری هست که پولی که توی اون میاد تورمزا نخواهد بود البته حالا سوای بعضی از اوراقی که منتسب اوراق بدهی هست که ذاتا میتونه باز تورمزا باشه ولی اگه ما سهام رو در نظر بگیریم و اون اوراقی که مبتنی بر اون هست در نظر بگیریم اون سرمایه گذاری ها میتونه در کنترل نقدینگی و کاهش تورم نقش مفید داشته باشه به طبع اون چون به شرکت هایی که در بورس هم هستن کمک میکنن خودش باعث افزایش تولید و تولید ناخالص ملی و اشتغال هم بشه و عدالت اجتماعی رو هم از طریق توضیح ثروت و سودی که شرکت ها تقسیم میکنن میتونه بهش منجر بشه و سایر مزایایی که حالا به حال این بازار میتونه برای اقتصاد ملی داشته باشه خب برای مردم و سرمایه گذاران هم دوستان این مزایا میتونه داشته باشه به هر حال کشف قیمتی که تو اون انجام میشه سوای شرایط ویژه بعضی موقع بازار ما که حالا تابع حوادث و جریانات مثلا سیاسی ممکنه بشه یا اتفاقات خاصی بشه توی بازار سرمایه ما قیمت ها واقعا منصفانه ایجاد میشه اگر قانونی که ناظر بر اون هست درست تدوین میشه این اتفاق حتما خواهد افتاد و این اتفاق میتونه باعث بازه مناسب و میتونه پوشش دهنده تورم باشه برای سرمایه گذاران و نکته دیگه ای یعنی هم که وجود داره بحث اطلاعات شفاف و افشای اطلاعات از طریق سامانهایی هایی که سازمان ایجاد کرده در خصوص سهامی که روی تابلوی بورس داره معامله میشه این خودش میتونه ریسک سرمایه گذاری رو هم به شدت کاهش بده ابهامی وجود نداره ما یکی از که در اقتصاد مطرح هست و بازار سرمایه تقریبا اون رو بخش زیادیش رو کاهش میده بخش اطلاعات ناپارامتریک هست یا عدم تقارن اطلاعاتی هست اینی که شما مثلا یک جنسی رو میخرید یک کالایی رو میخرید نمیدونید که واقعا این جنس اون ویژگی هایی که براش تشریح شده رو داری یا خیر خب انتشار اطلاعات در مورد یک سهم میتونه خیلی کمک کننده باشه و این شعبه رو برای خیلی از سهام برطرف بکنه نکته دیگه بحث نقدشوندگی بالا هست خب چون بازار منسجمی وجود داره و یک بازار ثانویه برای خرید و فروش سهام شرکت ها هست شما هر وقت بخواید میتونید رو نقد بکنید و پولتون رو بکشید بیرون بحث معافیت های مالیاتیش هست بحث تنوع ابزارهای مالی که حالا ریسک و بازی متفاوتی دارن شما مثلا یک سم با ریسک بالا رو میتونید های ریسک بخرید خب بازیش هم قاعدتا میتونه خیلی بالا باشه بلعکس میتونید یه اوراق با درآمد ثابت بخرید که ریسکش نزدیک به صفر هست بازش هم یه عدد نسبتا مشخص با یه نوسان خیلی کوچیک متناسب با اون ریسک و اینه که نظارت بر فعالیت شرکت ها هایی که شما سهمشون رو میخرید و قوانین بازاری که بر اون حاکمه این هم خودشی اطمینان رو ایجاد میکنه برای سرمایه بزار. و اینکه پاسخگویی مدیران شرکت ها هایی که سهامشون روی تابلو هست علل اصول بیشتر از شرکت هایی که به صورت خصوصی کار میکنن چون این شرکت ها در قبال هر اطلاعاتی اطلاعات با اهمیتی که روی قیمت سهم تاثیر میذاره باید بیان پاسخگو باشن عنوان بعدی مزایای بورس برای ناشران و شرکت های عضو اون شرکت هایی که سهامشون روی تابلو هم هست یه سری مزایا براشون ایجاد میشه اول سهولت در تامین مالی این شرکت ها اینا از طریق بورس راحت میتونن افزایش سرمایه بدن و در واقع بتونن بخشی از سرمایه لازمشون رو برای توسعه یا برای ارز کنم امورات جاریشون یا سرمایه درگردششون از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشن افزایش نقد چوندگی سهام و کاهش از اینه سرمایه ببینید لازم نیست که دیگه برن دنبال این که حالا یه مشتری رو پیدا کنن بخشی از سهمشون رو بخوام واگذار بکنن از طریق خرید و فروش سهام اینا در بازار اینها سهمشون راحت جابجا جا میشه و انتقال پذیری حالا اینجا توی آیتم پایینی هم با ذکر کردیم هم نقص چوندگی این سهم ها بالا میره در بازار هر وقت بخوان خرید و فروش میکنن هر وقت هم بخوان ترکیب سهامداران رو عوض میکنن و همچنین از معافیت که دولت برای شرکت هایی که سهامشون روی تابلو هست بهره میشن و نکته خیلی مهم تعیین قیمت این سهام و اوراق بادار این شرکت ها به صورت منصفانه هست چون وقتی که خرید فروش روی تابلو میاد اون قیمتی که در واقع روی تابلو هست اگر فرضمون بر این باشه که بازیگری پشت اون سهم باشه، اون قیمت قیمت عادلانه ایجاد خواهد شد و شرکت راحت‌تر میتونه خودش رو ارزش گذاری بکنه خب مزایای دیگه‌ای که برای نظران ای که این ناظران هست که اینکه جامعه این واحدهای اقتصادی رو خیلی راحت‌تر میشناسه و اصلا خود سازمان میشه یک محلی برای بازاریابی محصولات این شرکت ها و شما میتونید مقایسه بکنید شرکت هایی که مثلا الان در حوزه فرض کنید صنایع غذایی هستن اونایی که روی تابلوی بورس هست سهمشون و اونایی که نیست اگر مقایسه بکنید میبینید اونهایی که روی تابلو هست سهم بازار بیشتری رو دارن و سهم بازار اونها سهم غالب در اون صنعت بحث وسیقی گذاری سهام است الان خیلی راحت اون شرکت هایی که سهامشون در بورس عرضه میشه از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی میتونن سهامشون رو توی فرآیند وسیقی گذاری حالا فرق نمیکنه یا توسط سهام دارن یا توسط شرکت های زیر مجموعه اون شرکتی که سهمش روی تابلو هست یا حتی خود شرکت این سهام توصیق بشه بتونن از این مزایاش استفاده بکنن نکته دیگه اینکه بانک ها هم به شرکت که سهمشون روی تابلو هست راحت تر تحصیلات میدن و باز نکته دیگه اینه که این شرکت ها رو وقتی که روی تابلو هستن راحت تر میتونیم ارزیابی بکنیم تا یکیش اطلاعاتی در دستمون در موردشون نباشه و خود اینها و نتیجه در واقع رعایت الزامات پذیرش اوراق بادار که اونا رو ملزم میکنه که اگه میخواین سهمتون بیاد روی تابلو بعد یه سری شرایط رو داشته باشید همین خودش باعث بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت ها هم میشه عنوان بعدی فرایند پذیرش در بورس اوراق بهادار ایران هست شرکت ها چطوری میتونن سهمشون رو بیارن روی تابلو بورس این هم یکی از بخش های اکوسیستم بازار سرمایه ما هست در واقع شرایط ورود چطوره من اگر یک شرکتی داشته باشم اگر بخوام اینو رو بیارم روی تابلو و سهمش رو عرضه بکنم چیکار باید بکنم خب بگیم این یه مرایلی داره مراحلش هم به این شکل است که اول باید درخواست پذیرش رو تکمیل بکنید و مدارک لازم رو تهیه بکنید که این تکمیل درخواست پذیرش و تهیه و ارسال مدارک رو از طریق نهاد مالی معمولا انجام میدن حالا یا شرکت های کارگزاری که مجوز عرضه پذیرش دارن یا شرکت های تامین سرمایه هستن که این کار رو انجام میدن یا سایر نهادهای مالی که به هر حال مجوز ارزو پذیر شده. اون شرکتی که میخواد سهمش بیاد روی تابلو مراجعه میکنه به یکی از این نهادهای مالی درخواست و پذیرش رو پر میکنه مدارک رو هم تهیه میکنه اون رو میفرسته به سازمان بورس و بررسی اولیه درخواست اونجا انجام میشه بررسی تو هیئت پذیرش بعد از اون انجام میگیره هیئت پذیرش رأی خودش رو در مورد حالا شرایطی که اون شرکت داره اعلام میکنه اگر پذیرفته نشده باشه خب با شرکت میتونه از طریق هیئت مدیری سازمان بورس اعتراضش رو انجام بده و اگر پذیرفته بشه باید کارمز پذیرش در بورس رو بپردازه و در واقع شرکت درجه نماد میشه در فرست نرخای بورس و نمادش اصلاحا میاد توی تابلو قرار میگیره و نهایتا عرضه اولیش توی بورس اوراق بهادار انجام میشه یه نکته که توی این فرایند هست بعد از اینکه موافقت شد که مدارک اولیش رو فرستاد شرکت باید خودشو تبدیل به یک شرکت سهامی عام کنه اگر یه شرکت سهامی خاص باشه در واقع شرط این که بخواد در هیئت پذیرش مورد بررسی قرار بگیره غیر از اون مدارکی که آماده میکنه و شرایطی که رو در اسلاید بعد توضیح میدن باید شرکت یک شرکت سهامی عام هم باشه تیم پذیرش شامل مشاور پذیرش متحد خرید حسابرس مستقل و مشاور حقوقی است مشاور پذیرش در واقع همون نهاد مالی است که شما انتخاب میکنید و عمده وظایف با اون هست و ارتباط با شرکت بورس و سازمان بورس رو این مشاور باید انجام بده یعنی این نهاد مالی متحد خرید هست که متحد به خرید اوراق بهادار متقاضی هست که بیشتر حالا به عنوان متحد پذیر نویسم است که در مراحل بعدی که شرکت پذیرفته شد و حالا سهامش میخواد عرضه بشه وارد میشه حسابرس مستقل و بازرس قانونی اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و کنترل داخلی رو میاد انجام میده و تایید میکنه که اطلاعاتی که شما دارید ارائه میکنید از نظر کم و کیف به چه شکلی هست و مشاور حقوقی که نظارت میکنه بر رعایت مقررات و قوانین خب برای پذیرش در بورس معیارهایی دوستان وجود داره یک سری معیارهای عمومی، میارهای اقتصادی و معیارهای پیشنهادی شما اگر بخواید در هر کدوم از تابلوهای بازار سرمایه، بازار بورس و بازار اول، بازار تابلو استی فری و بازار دوم بخواید پذیرش بشید این معیارها وجود داره مثلا الزامات اگر نگاه بکنید به شما میگن که خب شما اگر بخواید توی تابلو اول پذیرفته بشید باید سال آخر رو سودآور بوده باشه شرکتتون زیان هم باشته. نباید داشته باشید خالص جریانت نقدیتون باید توی دو سال قبل مثبت بوده باشه ازار نظر حساب رسن مردود یا عدم نظر نباشه یا مثلا توی اعاره اقتصادی میگه حداقل تعداد داره شما باید هزار تا باشه یا سوام شناورتون باید 20 درصد باشه و اگر نگاه بکنید سایر معیارها به این شکلی که هست وقتی این معیارها رو کنار هم قرار میدن به شما یه نمره میدن در این خصوص و تهش به شما میگن اگر متقاضیم باشی مثلا در بازار اول تابلوی اصلی پذیرفته میشید یا خیر هر کدوم از اینا رو که نداشته باشید همینجور که پیش میرید شما رو به تابلوهای پایین تر سوق میده یعنی ممکنه تابلو فری بازار دوم و یا حتی فرابورس و ارز کنم خدمت شما اونها هم بازار پایه و بازار پایه قرمز و نارنجی و زرد خب که در واقع شرایط خاص خودشون و شرایط سهلتری رو دارن وقتی که در فرآیند پذیرش شما در حال انجام هست و پذیرفته میشه نماد شما یا سهم شما برای اینکه عرضه بشه ما فرآیند درج نماد رو داریم و توی این مرحله برای اینکه نماد شما درج بشه روی تابلو یه سری اطلاعات و مستندات رو باید بدین حق پذیرش مرد دوم باید پرداخت بکنید یه جلسه ای رو هم با مدیران شرکت برگزار میکنن که اصلا میگن جلسه کد و نماد و ابلاغ به بازار هست که تو اون جلسه که از طریق رسانه های رسمی سازمان بورس اطلاع رسانی میشه و برگزار میشه مدیران شرکت میان در مورد نماد صحبت میکنن یکم بازار رو با اون نماد آشنا میکنن و نهایتا بعد از اون اطلاعیه درج شرکت و بارگذاری امیدنامه یا همون تر توجیهی که شرکت داره یا چشمانداز شرکت رو میان توی سایت بورس رونمایی میکنن برای اینکه سرمایه گذاران بتونن در مورد خرید مثلا توی عرض اولیه اقدام بکنن خب توی مرحله بعد بحث ارز اولیه هست یعنی شرکت الان رفته پذیرش رو انجام داده درج نماد هم شده و الان میخواد عرضه اولیش رو توی یه روز مشخص انجام بده خب اینجا باز یه بخشی از حق پجدیرش رو پرداخت میکنه اطلاعات رو در کدال افشا میکنه و گزارش ارزش گذاری اون ارزش گذاری انجام میشه در واقع معمولا شرکت های تامین سرمایه این کار رو انجام میدن اون گزارش ارزش گذاری رو هم تهیه میکنن که ارزش هر سهم این شرکت چقدر میارزه و سایر مواردی که توی اون هست حالا اون مقدار سهامی که قرار عرضه بشه به صورت عمومی در بازار هم نزد شرکت سپردگذاری مرکزی به تصریح وجود گذاری میشه و این گزارش و اطلاعات تو کدار منتشر میشه توسط ناشه و در سامانه سازمان که معروف سامانه تدان هست سالات مطرح میشه و شرکت به اون سوالات پاسخون. هر کدوم از اونایی که میخوان حالا شرکت بکنن توی بحث پذیر نویسی و عرض اولیه این شرکت میتونن بیان اونجا سوال تر بکنن که بیشتر از سمت نهادهای مالی افراد عرفهی که در بازار سهام هستن اونجا حضور پیدا میکنن و سوالاتشون از مدیران شرکت میپرسن و نهایتا اطلاعیه عرضه سهام توسط شرکت بوس منتشر میشه جلسه معارفه سهام و عرضه سهام به عموم صورت میگیره